نمیتونستم را برم. شکمم اومده بود بالا پر از وابده بود، گلو گرفته بود، بامم که کج بود. آمبولانس در حیات آورده بودم، با بلانکار از تو خونه بردنش. خب بیمارستان زیادی رفت تهران بیمارستان. شیمی درمانی میکردم، موهاش تمام ریختم، خوراکی نمیخورد. گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه. ما از دکترها پرسیم، گفتیم خب حالا مریضیش چیه؟ گفت بماند فعلا. میگه ما حاضریم زندگیمونو بفروشیم اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره، جایی که بشه درمانی کرد. گفت همینطور چشمش افتاد، گفت دیگه این تموم شده، وقتش خلاص. و قصه سعید چندانی یک داستانی است که در عصر ما در آبان 72 اتفاق افتاد. یک فرزند بچه زاهدان بلوچ حنفی مذهب. چندانی میشناسی؟ نه. تو زاهدان خانواده های چندانی میشناسی؟ من که دلا نشنیدم. خانواده چندانی میشناسی؟ نه. خانواده چندانی میشناسی؟ نه. یک چندانی میشناسم که جای کلانتری خونش کجا؟ بقید کلانتری بچه هاش جز پایگر امام حسین. پسر آقای چندانی، خانواده چندانی رو ما میشناختیم از خیلی قدیم، با اینکه خانواده اهل سنت بودند اما خب همسایه ما بودند، همسایه مسجد بودند و مخصوصا اینکه شهید مزاری ارتباط خاصی با این خانواده داشت، چون این خانواده معمولا برای کارهاشون مشکلاتشون بهشون مراجعه میکردن، به ایشون هم فرقی براشون نمیکرد. الان بیکار هستن، در حال حاضر بیکار هستن، موقعی که برن مشغول به کار شد مسلما مشکلات کمتر میشه. مد نظر و ملاک قضیه در مؤسسه بس نیازمندی و بس آبرومندی هستش. خیلی چیزا هست که آدم نمیتونه جوابشونو بده.
خیلی نعمت ها به آدم داده میشه که آدم اگر بخواد با زبون بگه شاید نتونه بگه. خداوند تبارک تعالی انشالله که همونی که تو یاد ما هست همون حقیقت تو یاد من بیاره. شب تولد حضرت مسیح به دنیا آمد خوب بود، برای من لاحق نبودم. از بچه که با هم دیگه بودیم. از چقدر وقت با ایشون آشنا بودی؟ بچه محل ما بودن، با فوتبال بازی میکرد. با سید بچه بسیار ساکتی بودن، بچه پاک، آب شیرین می آورد، زیاد مداد میشکست، سرشون تو کار خودشون بود. بچه خوش روی بود. اون کلاس پنجه بود، ما کلاس چهارم بودیم. سید آقای چندانی یک جوان محجوب با یک قیافه معصوم که اسمت از صورتش هویدا بود. معلمش به من گفت که آقا من یه چیزایی در وجود این بچه میبینم، اما حاجی و شما زیاد این بچه فشار نیارین. من چیزی را توی هنوز پای تخته ننوشتم، تو اولش میگه. هر سری محمد چندانی بله؟ سعید چندانی. بسم الله الرحمن الرحیم. کوچیک بودم، من کوچیک بودم تو کارگاه کار میکردم. رسم اینجوری بود تو خانواده ما، بچه ها زمستون ها درس میخوندن، تابستون ها هم طبق معمول بقیه سر کار میرفت. خب ما یه داداش داشتیم تو مکانیکی کار میکرد، تعویض روغن. بعد کنار مغازه ایشون هم یک کارواش بود، من ایشون تو اون کارواش کار میکردیم. عجیب بود که جریان چی بوده، از هیچ چیه جریان ما اطلاع نداشتیم. تو کارگاه ما هم یک چهار بود. یه روز از اونها هوملیس کرد و نمیدونم چطور میشه و تو چا آویزان میشه. دوتا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصره روش فشار شدید میاد. حدود یک سال درد میکشیدم، اونگر مادرم یه متوجه نمیده. من دیدم بچه روز بروز زهرتر ضعیفتر میشه. کم کم این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم پیدا کرد. منجر به بیماری میشه و بیماریش هم سخت میشه. بعد از اینکه سخت شد اون موقع تازه به پزشک مراجعه میکنن در زاهدان. و تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بیتاب، زیاد بیارامه. ما بردمش بیمارستان هاتم، گفتم فتح با یک مکتومار و یکی عمل انجام دادن، گفتن نه باد فتح نیست، چه باید برین تهران. ما رو پرستادن به تهران. از طریق کمیته امداد معرفی شده بودن به تهران و معالجاتون رو پیگیری میکنن. که سرطان، سرطان بدخیم از نوع استخوان. نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟ ماده و بدخیم، یعنی قدیزا. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش. بخاطر یک نمونه برداری کردنش مسلم هم گرفت، کلیم هم گرفت، قلب هم گرفت. پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود. کسی که غضروف نداشته باشه میتونه راه بره؟ نه. ولی باز مجدد این غده جاش پر میشه، سرطانی که بدخیم هست. درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود. خدا مراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم، اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه چون درصدی توش وجود نداره. چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه حالا این دیگه تمام بدنش مثل گل پیچک تمام بدنش گرفته. نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد. میگه ما حاضریم زندگیمونو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت
حالا دکتر رفعت دیگه از جا میگن که دیگه این تموم شده، وقتش خلاصه. بشارت های بزرگ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت مهدی موعود می باشند، بشارت خوشحال کننده برای عموم مسلمانان که همه مسلمین جهان اتفاق دارند که این امام همام خواهد آمد. اهل سنت معتقدند که این مصلح در دورانی ظهور میکنه و پا به عرصه وجود میگذاره و در واقع در اجتماع بشری میاد که دنیا پر از ظلم و جور شده. مهدی یعنی هدایت یافته از جانب الله تعالی، الله او را هدایت داده و در این هم متفقند که این واجب الاطاعة هست. به آمدن مهدی همه خوش می شوند. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت امام مهدی علیه السلام عدل قائم می کند بر زمین، عدل برپا می کند روی زمین. حضرت مهدی از اولادهای حضرت حسن عسکری رضی الله تعالی عنهم می باشند. ایشون نائب خدا هستند.